بینندگان گرامی و به نام خداوند هستی بخش تج... می میکنیم از شما به خاطر توجه دوباره به برنامه پرتو نور در خدمت آقای بازرگان هستیم بار دیگر و تشکر از ایشون میکنیم که شرکت میکنن در بحثی رو که امروز میخوام برای شما مطرح کنیم در توات با سوگند سوگند هایی رو که در عرف استفاده میشه و همچنین سوگند هایی رو که ببینیم که خداوند در قرآن به چه صورت مطرحش میکنه آقای بازرگان خیلی خوش آمدید تشکر میکنیم از اینکه با ما هستید در اتباط با این مسئله سوگند با هم صحبتی رو داشته باشیم با بینندگان باید. عزیز در عرف همون جوری که اشاره کردم خیلی معمول هست که انسان ها قسم های مختلف میخورن به افراد مختلف به بزرگانشون حتی به بعضی ها ممکنه به پرچمشون به وطنشون قسم میخورن و اینها خیلی در جامعه مطرح هست و استفاده شده سالیان دراز هم استفاده شده ما یه مقدار آنالیز کنیم یه مقدمی رو شما بفرمایید که اصلا کلا از دید خداوندی چرا خداوند اشاره به قسم به طرق مختلف در قرآن میکنه یا از خود کلمه قسم ممکنه استفاده بکنه و یا از حروف مختلف که عملا در ترجمه به صورت قسم مطرح شده <applause> بله به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند در مورد سؤالی که مطرح فرمودند ظاهرا بعضی از بینندگان این پرسش رو کرده بودن و خواسته بودند که توضیحی تو این زمینه خدمتتون عرض بکنیم این سوال مطرحی که خب معمولا سوگند یک بار منفی در فرهنگ ما داره آدمایی که اعتماد به نفس ندارن حرفشون رو مردم باور نمیکنن برای به کرسی نشوندن حرفشون مجبورن که متوسل به مقدسات مردم بشن ولی آدمایی که به حرفشون باور دارن اعتماد به نفس دارن یا یعنی مردم باور بکنن یا نکنن چرا سوگن بخوریم روی هم رفته سوگن چیز خیلی جالبی نیست تو فرهنگ ما حالا این سوال کرده بودن که خب خدا چرا سوگند میخوره؟ خدا میخواد حرفش رو باور بکنیم چرا تو قرآن کتاب دینی مسلمان ها خدا این همه سوگند خورده؟ البته خدا سوگند به اون معنای که ما استفاده میکنیم به اون معنا سوگند نخورده سوگند ها در ترجمه فارسی منتقل میشه هر زبانی برای خودش یک واژه هایی داره که تأکید رو نشون میده ما فرض کنیم تو فارسی مثلا میگیم هان هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن ایوان مدائن را آینه عبرت کن هان یعنی تأکید دیگه این همه در اشعار در ادبیات ما هان اومده یا مثلا بنگر بنگر این کشتی خلقان غرق عشق اجدهایی گشت ایشک حلق عشق بنگر اینها را که مجنون گشتن بنگر این همه تو ادبیات ما حافظ مولوی یه چیزی رو که میخواد تأکید کنه میگه بنگر یا الا الا یا ایها الساقی ادرک کسن الا یعنی آگاه باش اونا که اهل ادبیاتن میدونن چه در انگلیسی چه در زبان ما یه کلماتی هست این ادوات تاکید بهش میگن توجه رو بیشتر جلب میکنه در عربی هم همینطوره ان نه وقتی که ارجا میاد ان نه تاکیده یا لام لام تاکید مثلا یا نون ثقيله میگن نون آخره مثلا لن نقولن نه نقول یعنی ما میگوییم لن نقولن نه لامش تاکیده نونش هم تأکیده دو بار صد در صد ما داریم این معنا رو میرسونه دیگه بسیار زیاده ان نه که ان نه لام نون ثقيله از جمله واو هستش بعضی وقتا واو در زبان عربی معنای تأکید داره وقتی تو فارسی ترجمه میکنن برگردونه به فارسی مترجم چجوری بخواد بگه میگه سوگنده مثلا میگه و شمس و زهاها و خورشید و پرتوبش حالا ترجمه میکنن سوگند به خورشید ولی تو قرآن نگفته سوگند به خورشید و باز وم تو فارسی هم هست تو تئاتر میبینین و اینک نوبت ستاره یا نمیدونم درخشان تئاتر مثلا و اینک یا و اینک کتاب فلان و که میاد این واو عطف نیستش در فارسی هم خیلی واو به کار میبریم وقتی میخوایم اهمیت اید. و اینک نوبت مثلا فلان و اینک کتاب فلان امثال این ها و اینک نگاه کنید به ساختمان شاهکار مثلا معماری در عربی هم همینطور هست در قرآن و این وا خیلی جاها حالت تاکید داره ولی در ترجمه فارسی می نویسن سوگند و تین و زیتون نه اینکه حالا حتما قسم یعنی به این پدیده نگاه بکنید یه پیامی داره در زیتون در انجیر یه نکته ای هستش که دنبال آیات البته داره میگه بنابراین سوگندهای های قرآن یک سلسله ادوات تأکید ابزارهای جلب توجه بندگانه به یه سلسله پدیده هایی که اهمیت بهش نمیدن از کنارش بی تفاوت میگذرن میگه به اینا نگاه بکنید، دقت بکنید این چیز ساده ای نیست از کنارش به راحتی عبور بکنید بنابراین بیشتر منظور از سوگند های قرآن سوگند است که مثل مثلا میگه ول قسم به زبان بان. گفته ول و زمانه بان. یعنی توجه بکنید به زمانه بیشتر منظور جلب توجه ماست و این نه اینکه ما حالا حرف خدا را قبول نداریم خدا متوسله به قسم آیه سوگن با. میشه که تو رو به حضرت عباس قبول کنی حرف ما نه این نیست به معنای جلب توجه جدی مخاطبینه با. به این پیام ها با. خیلی که آقای بازرگان در جامعه ما حالا از قدیم و احتمالا هم هم هست یه تعداد افراد در قالب قسم خوردن همونجوری که شما اشاره کردید به پیامبران به پیامبر اسلام به محمد، حضرت محمد یا به امامان یا بزرگانشون قسم میخورند برای اینکه حرف خودشون رو به اصطلاح به کرسی بنشونند یا بتونن مطمئن کنن طرف رو نسبت به آنچه که بیان کنند حالا خداوند احتمالا در یک قالب دیگری مطرح میکنه به این صورت نیست و میخوام ببینیم با توجه به اون استفاده ای رو که شما گفتید از لغات میشه به نحوه های مختلف ببینیم به چه گروه ها, به چه کتگوری, چه کتگوری هست که خداوند داره بهش قسم میخوره و ما رو آشنا میخواد بهش بکنه جهت توجه ما بهش بله من ارز کردم که اینا در واقع تو ترجمه قسم منتقل میشه به ما تأکیداتی است بعضی جا هم از، ازار میاره ازا زلزلت الارز و زلزاله ها اون موقع که زمین اون زلزله عظیمشو بکنه ازا وقعت الواقعه وقتی که اون واقعه اتفاق بیفته ازاست یا وابه اینا همه در واقع نکات ظریف فنی زبانشناسیه در هر زبانی داره در قرآن حدود شاید نزدیک یکصد بار این سوگند ها که ترجمه میشه به سوگند اینا به کار رفته بیش از همه به عنصر زمانه زمان بیشترین سوگند قرآن به زمانه یعنی چی زمان؟ البته به خود عنصر زمان عصر قسم به زمانه یعنی به عمری که داره مثل برق میگذره لحظات همینطوری داره این سرمایه ما رو که هرگز دیگه به دست نمیاریم سرمایه عمری که از دست میدیم که هیچی ما به ازا نداره دیگه میگه قسم به این زمانی که مثل برق داره میگذره همه در متن خسرانن مگر کسانی که در فضای امن و امنیت و ایمان بیان و کار مثبت برای جامعه بکنن و خیرشون هم به دیگران برسه تواصل بالحق و تواصل حقیقت رو به مردم دائما عرضه بکنن و پایداری در راه حق رو در واقع توصیه بکنند دیگه میگه اگه این کار نکنید عمرت داره تباه میشه تیره میشه یعنی ما رو توجه میده به عنصر گذر عمر به عصر رو حالا بعضی گفتن عصر دوران زمانه یا عصر روز یعنی توجه بکن به اینکه روزی که داره تمام میشه به عصر میرسه به غروب میرسه عصر عمرت هم خواهد رسید عصر زمانه پس تو داری میبازی ان الانسان لفی خسر در متن خسرانی مگر اینکه بجنبی تکون بدی خودت رو کار مثبت بکنی نقشی تو جامعه خودت در واقع ایفا بکنی و این زمان رو در قرآن برخلاف ما که میگیم زمان یا میگیم شب و روز ما عادت داریم مسائل رو به قول معروف سیاسفید ببینیم در قضاوت هامون سیاسفید میبینیم یا همه اینا که بامان همه کارشون خوبه همه اونا که مخالف همه کارشون بده یعنی به صورت تیف نمی بینیم رفتارو اونی که فامیل منه خانواده منه نه خیلی هم میتونه غلط باشه خلاف باشه اشتباه باشه اونی که مخالف منه دشمن منه نه فلان کارش درسته توجیح میکنه در واقع بنابراین ما به صورت تیف گونه باید شب و روزم ببینیم در قرآن شاید هفتش ده تا سوگند هست به نهایت تاریکی شب و لیل ازا یقشا قسم به شب اون موقعی که قشاوش پردش همه چی رو پوشونده و لیل و ما وسق قسم به شب کی اون موقعی که همه چی رو جمع کرده مثل زیر خودش یا و ول لیال اش قسم به اون شبهای دهگانه وسط ماه که وقتی خورشید غروب میکنه شب تاریک دیگه حالا در بعضی از شبها ماه هستش ولی چند شب هست که ماه اصلا نیست یا چند شب هم هست که فوق العاده اون حلالش نازکه و زودم میاد و میره پس شب تا صبح تاریکه زیادش شاید چندین آیه تو قرآن هست لیل قاسق قسم به شبی که مثل حیوان درنده همه طبیعت رو زیر پنجه های ظلمت و تاریکی خودش برده یک سری سوگندها هست بل و پس این لحظات شب و لیل ازا ادبر سوگند به شب اون موقعی که دیگه داره میره نزدیک سهره به سلام و لیل ازا اساس. قسم به شب اون موقع که داره رقیق میشه مرتب از این واژه ها هستش یعنی به ما میگه شب رو نگین شب کدوم وقت شب شب تیره یه پیام داره شعرهای ما چقدر استفاده میکنن از این کلمات هر شب ستاره ای از این آسمان به زمین میکشند و این آسمان همچنان ستاره باران است نمیتونه بگه زمان دیکتاتوری ظلم اینا که کشته میشن هر شب ستاره ای از این آسمان به زمین میکشند ستاره ها افراد درخشانی که جانشون برای ملت و این آسمان همچنان ستاره باران است نمیتونه بگه به زبان استعاره و تمثیل میگه حالا قرآن میگه بخشی از شب نهایت تاریکیه قسمتی از شب قسم میخوره بهش. قسم به شب موقعی که دیگه رقیق شده. قسم به شب موقعی که سباک شده. و بعد شروع میکنه قسم خوردن به صبح. میگه والفجر. قسم به طلوع فجر. یعنی بفهم این پیامی داره. یه پدیده ایست. یا صبح و لیل و صبح ازا تنفس قسم به صبح اون موقعی که داره گسترش پیدا میکنه صبح آغاز شد مثل انسانی که داره تنفس میکنه و صبح ازا اسفر قسم به صبح موقعی که داره پرده برداری میکنه درست مثل اینکه یه مجسمه است داره پرده برداری میکنه صبح داره از طبیعت پرده برداری میکنه یک سلسله راجب صبح سوگن به صبح علیسه صبح ها به غریب آیا صبح نزدیک نیست؟ مرتب داره به ما میگه پدیده صبح وجود داره ها از طبیعت درس بگیرید بعد میگه خب حالا خورشید در میاد و زوها سوگند به نور خورشید که تابش آغاز کرد مرتب هست و لیل ازا تجلا قسم به و نهار ازا تجلا قسم به روز که حالا باش داره تجلی میکنه جلا میده طبیعتو بعد در اوج روز میگه که آ... اقم سلات لدلوک شمس موقعی که خورشید در وسط قرار گرفته در اوج تابش در اوج نور هست به ما داره پیام میده این پیامی داره بعد میگه عصر حالا عصر شد بعد میگه غروب میشه و فلا اقسمو به شفق سوگن به شفق موقعی که دیگه آخرین در واقع انباج نور داره میره اون سرخیه در افق مغرب در واقع خود این پیامه ما همه اینا رو یکی میبینیم ولی شاید چل پنجا تا سوگند توی قرآن هست راجع به شاید هفتش تا راجع به اوج تاریکی با تعابیر مختلف با ادبیات مختلف موقعی که شب دیگه سبک شده رقیق شده رفتری شده داره سپری میگه این پیام داره اگر رژیم شما رژیم سیاسی تون شرایط روزگارت شب ظلمت همه گرفته نومید نشو نگران نشو باشدن در پرده بازی های پنهان قمه خور این شب تیره در واقع داره میره تمام میشه امیدوار باش شب سبک میشه طلوع فجر هست به فجر امیدوار باش صبح خواهد آمد آیا صبح نزدیک نیست؟ میگه خدا فالق الاسباه صبح ها رو پدید میاره پرده یه به صلاح تاریکی و تیره رو کنار میزنه یعنی میخواد بگه به طبیعت نگاه کنید این تحول این تطور تبدل دگرگونی هایی که تو طبیعت هست برگردید به عالم خودتون به جامعه خودتون اسیر زمانه و سلطه تاریک صفتان و ظالمان ستمگر زمانه نباشین این درس ها رو بگیرید هم از شب میگه شب زمان که سباک میشه از سهر میگه از در واقع طلوع فرج میگه از صبح میگه از اول صبح میگه از وسط روز میگه از اوج نورانی بودن میگه از اصر شدن روز میگه از دم غروب میگه ببینید دائما داره سوگند که میخوره به ما میگه نگاه بکنید اینا همه پیام داره اینا همه درس داره و درسش هم دنبالش میگیره هر یه قسمی که میخوره داره میگه چه نتیجه ای داره ارز کردم وقتی میگه ولعصر قسم به این روزی که به عصر رسید تمام شد دیگه در آستانه غروب این غروب عمرین همه دارید ضرر میکنید بجنبید عمر داره میره وقت داره طرف میشه میگه روزگاری که لحظه ها دارن کمی کاهن ازش کم میکنن ساعت ها داره منعدم میکنه در یه جای زبان حضرت علیه میگه نفس المرء خطاه و اله عجله تنفسی که ما میکنیم گام است که به سوی عجلمون داریم برمیداریم ما دیگه چند میلیارد میتونیم نفس بکشیم هر نفسی که داریم میکشیم یه گامی است داریم به سمت پایان برمیداریم میگه داریم میوازی سرمایه تو از سود نیست از اصل سرمایه است که تو داری میبازی تکونی به خودت بده یه کار مثبتی بکن منشأ امنیتی بشو در پرتو امنیت الهی قرار بگیر با ایمان و تا خودت منعکس کننده امنیت بشی به دیگران و کار مثبت بکن و به جامعت هم برس تواصل به حق و تواصل به سر این که دنبالش در واقع همه میاد بیشترین همونطور که عرض کردم تأکیدات روی عنصر زمانی که دوربرمون هست در خیلی متشکر مقدمه <تصفح> 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 خوبی بود برای این بحث قاعدتا اون چه که شما مطرح کردید اشاره به آیات قر... آیه قرآن که میگه من آیات بیانه برای شما فرستادم اینها جزء اون گروه خواهد بود یعنی اگر شما چشم داشته باشید و بتونید ببینید یا درکش بکنید قاعدتا اینها رو برای شما راه هدایت ایجاد خواهد کرد حالا علاوه بر عنصر زمان آقای بازرگان بریم پله بعدی ببینیم که چه چیزهای دیگری هست که باز تاکید و اشاره شده بهش از طرف خداوند برای توجه ما بیشتر بهش بله اولا خود به صلاح همین شب و روز رو ارز کنم ما شب و روز میبینیم ولی قرآن مرتب میگه اینا آیه است آیه یعنی علامت نشانه یک کسی که مسافره میخواد به یه شهری بره یه مقصدی داره علامت میخواد کنار جاده دائما میگن چپ برو راست برو اینجا اگزیت بکن چند کیلومتر مونده اینجا پیچ خطرناکه آیه نشانه است برای اینکه به یه مقصدی برسیم میگه همه شما سفر ابدیت داریم میری یه علامت میخواد میگه که شب و روز رو آیت این دو آیه است خودش دو نشانه است میگه نگاه کنید تبدیل شب و روز چطور تدریجیه ناگهان شب نمیشه ناگهان روز نمیشه اگه ناگهان شده بود طبیعت همه از بین میرفت آفتاب داغ داره به گیاهان میخوره ناگهان سرد میشه همه چی از بین میرفت همه چی تحولات از آزادی به اسارت همه اینا تدریجی یواش یواش در دنیا به وجود میاد شاید چل پنجا تا آیه تو قرآنه که میگه شب و روز از زوایای مختلف همه اینا برای شما داره درس میده اینا پیامه اما بجز سوالی که کردین بعد از درواقع سوگندها سوگند ها به گاه های مختلف زمان اجزا و مقاطع زمانی سوگند به پدیده های کیهانی پدیده های در ماه و خورشید و ستاره ها و مرتب تو قرآن و شمس قسم به خورشید هم جرم خورشید و هم زوها ها قسم به پرتو به خورشید و القمر ازا تلاها قسم به ماه موقعی که منعکس میکنه نور یعنی شما که شبید اون نور خورشید رو برمیگردونه به شما و نهار ازا جلا قسم به روز وقتی تجلی میده طبیعت رو فراوون شاید توی قرآن توجه به بعضی از پدیدهای طبیعته من بعضی هاشو مثلا میخونم ببینیم بفهمت. مثلا میگه فلا اخسمو به مواقع نجوم سوگند سوگند شدیده این لامه میگن تحکیده موقعی که مواقع وقتی که ستاره ها افول میکنن سقوط ستاره ها ستاره کجا افول میکنه هر چیزی به سمت جاذبه میره دیگه مرگ ستاره ها رو در واقع میخواد بگه سوگند به فروپاشی چون ستاره وقتی که اون سوخت در واقع هیدروژن تمام میشه در این تبدیل هیدروژن و هلیوم نیروی جاذبه غلبه میکنه بر نیروی مثلا گریز از مرکز ناشی از فعل و انفعالات هستهی درونی ستاره ستاره شروع میکنه به انقباز و بعد اون پوسته پف میکنه و به این پدیده سوپرنوا رو به وجود میاره میگه سوگند به مرگ ستاره ها به فروپاشی ستاره ها و انه لقسمون این قسمی است که لو تعلمونه عظیم اگر علم داشتید میفهمیدید چطور عظیمه لا. اون موقع که نمیفهمیدن میگه این قسم نیازمند یه دانش علمیه سوگند به مواقع نجوم انه لقسمون لو تعلمونه عظیم اگه علم داشتید از رو میفهمیدید که چی قسم عظیمی بلده. این سوپر ها شد شاید هزار برابر خورشید ما آسمان رو روشن میکنه یا مرتب یه مرتبه مینیم در یک کهکشان و نورانی کرد مرگ ستاره ها به یک به اصطلاح عمدتاً سوپر یا مثلا میگه فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون سوگند به همه اون چیزایی که میبینید و همه اون چیزایی که نمیبینید اگه جرمش از یه حدی بالاتر باشه تراکم بیشتر باشه ما نمیبینیم ما بلک هول ها رو نمیبینیم اصلا نور بر نمیگرده از اونا که ببینیم از یه حدی هم کوچکتر باشه ما نمیبینیم ما میکروب رو نمیبینیم باکتریا رو نمیبینیم آمیبا رو نمیبینیم از یه حدی کوچکتر باشه ما نمیبینیم میگه سوگن به همه اون چیزهایی که میبینید و به همه اون که نمیبینید البته بعد نتیجه میگیره که چی میخواد بگه یا میگه فلا اقسمو به رب المشارق و المغارب سوگند به اون نیرو اون به صلاح خدایی که ربوبیت میکنه داره این نظام شرق و غرب رو خورشید هر روز از یه نقطه داره در میاد و هر روز در یه نقطه غروب میکنه ثابت که نیست پس مشارق داریم مشرق های مختلف و مغرب های مختلف میگه یه کسی است که داره این نظام تحول در طبیعت و زمینی حرکتی داره هم دور خودش هم دور خورشید و هم در مجموعه کهکشانی داره یه حرکتی رو در با کل داره میکنه میگه بنابراین طلوع و غروب خورشید متنوع یه طیفه فلا اقسم به رب المشارق و المغارب سوگند به اون ربوبیت نظام و مدیریتی که داره این شرقهای مختلف و غربهای های مختلف رو داره سامان میده یا میگه و سماع ذات البروج سوگند به اون آسمانی که دارای بروجه بروج یعنی این چیزای نگهبان دیدبانی شما مثل ارگ بم اگه ملاحظه فرموده باشید هفت تا قله دور همه قله کره زمینم فیلتر زمینم اتمسفر زمین هفت تا قلعه است این بروج مثل اینکه برجای نگهبانیه هم در برابر این سنگ هایی که چند میلیون در روز وارد زمین میشه جو زمین میسوزه یا اتم های سنگین اشعه های کیهانی ماوراء بنفش سولار ویند نمیدونم بادهای خورشیدی بادهای کهکشانی پس این حفاظت داره زمین ذاتش حفاظت قرآن ما رو توجه میده که توجه بکنید به این پدیده شگفت مکانیزم حفاظتی زمین شاید بیش از ده آیه داره میگه این جو داره براتون چیکار میکنه میگه هف... سب حفاظن، یا تباغن سقفا شدادن یه سقف شدیدی طبقه محافظی بالا سر شما قرار دادیم حالا یه بحث مستقلی باید بکنیم یا و سماع و تارق میگه سوگند به آسمان و سوگند به تارق تارق چیه؟ حالا خیلی ها گشتن دنبالی که یه ستارهی پیدا کنن اسمش تارقه تارق یعنی کوبنده عربا به چکش میگن مترق مترق چیزی که میکوبه میگه تارق چیه؟ نجم و ساقب یه نجمه نجمیست که بسیار ساقبه یعنی نفوذ میکنه ستاره که کوبیده شده تارق یعنی چیزی که کوبیده شده است له شده حالا خورشیدها ها بر حسب اینکه جرمشون چند برابر خورشید باشد اگه مثلا از یک و هفته هم بیشتر باشد تبدیل مثلا بین یک و هفته هم تا دو و چارده هم تبدیل به ستاره های نوترونی میشن این الکترون ها نفوز میکنن میان توی هسته همه میشه نوترون کل جرم ستاره میشه نوترون فوقالعاده سنگین ستاره تپنده بهش میگن خیلی کوبیده شده است این مثل مطرق با چکش خورد شده از اونم بیشتر اگر مثل گونی که توش توپ فرض کنی پینک پونگ باشه لهش بکنن حتی دیگه این پروتون ها هم در واقع اونا هم استحاله پیدا میکنن له میشن در واقع به نظر میاد اشاره به ستارهای بسیار کوبیده شده متراکمه و سماع و تارق سوگن به تارق ها آسمان و ستاره تارق چیه این؟ نجمه چجور نجمیه؟ بسیار ساقبه اینا میبینیم امواجشون از تمام کهکشانها عبور میکنه دیگه ستاره های به نوترونی ستاره های تپندن بهشون میگن دیگه دائما دارن این پالس ها رو میفرسن بعضی هاشون در هر دقیقه حتی چند صد بار در واقع این پالس ها رو به سمت کیهان دارن میفرسن فراوون از این به صلاح آیاتی که قسم به پدیده های خورشید ماه کهکشان ها ستاره ها این جور ستاره ستاره شعرا، که فوق العاده پر نور هست اینی که میگه با واف که میاد اینا رو توجه بکنید اینا پدیده های بسیار شگفت است پیرامونتون یا مثلا میگه نگاه نمی کنید بالا سرتون کیفه ها، ما چطور این آسمان رو بنا کردیم و زیناها زیباش کردیم شفق سرخ آسمان لاجوردی تلعلو ستارگان این نور خورشید که میاد میشکنه منتقل میشه این صحنه زیبا رو کی براتون در واقع سامان داده و فراون شاید مثلا دویستی تا آیه و اشاره به این پدیده است که قرآن برای اینکه جلب توجه ما رو بکنه ما رو اهمیت این پدیده رو به ما نشون دادی دیگه حالا خیلی متشکر بیشتر میشه صحبت بله. کردن فکر بکنم شما اشاره قبل از اینکه با هم بشینیم اینجا کردید که 120 بار توجه سما. توجه به سما داده شده بله. و یه چی در حده 200 بار شد 190 بار به سماوات بله. توجه داده یعنی قابل ملاحظه است به نظر من که یه همچین تعدادی ذکر شده اگه اجازه بدین این این آیاتی رو که در ارتباط با فلا اقسمه بود من یادداشت کردم خدمت بینندگان بگیم که اگر خواستن حالا مجموعش که, زیاده مجموعه یه تا آیه هست که در ارتباط با قسم هست و سوره حاقه هست سی و هشت چهل قیامت هست یک و دو تکویر پونزده انشقاق 16 فجر 5 و بلد 1 و اون چی که شما گفتید در اول واقعه بود که شماله 75 هست خب حالا این زمان رو کاور کردیم عنصر زمان رو و بعد اشاره به پدیده های کیهانی های کردیم حالا ببینیم احتمالا یه چیزایی که به اصطلاح زمینی هست هم اشاره بهش شده بله. که مورد استفاده ما و اصلاح در جهت وستا هدایت ما هست هم یه اشاره بهش بکنیم اگه لط کنید بله در واقع این سوگنده همطور که عرض کردم اولا کلمه سوگند و ترجمه فارسی قرآن به من یه سوگند من. مطرح نمی کنه عدوات تأکیدی که برای جلب توجه ماست از همه چی هستش عرض کردم بخشیش راجب لحظات زمانی گاه ها. شب نیمه شب نصف شب سهر صبح غروب طلوع فجر یا آسمان زمین بخشش راجع به خیلی چیزهای عادی خوردنی های ما میگه آیا انسان نگاه نمیکنه به اون غذایی که میذاره تو دهنش اه. یعنی دقت بکنید چی دارید میخورید از کجا آمدین کی ساخته یعنی میگه قسم به انجیر و تین تین ننی انجیر و تین و اینک نوبت انجیر به انجیر نگاه بکنید و زیتون اینک نوبت زیتون توجه به زیتون بکنید و تور سینین به شهر تور سینا به منطقه تور سینا توجه بکنید و هازل بلد الامین به این شهر امر مکه توجه بکنید چی میخواد بگه؟ نتیجه که میخواد بگیره چیه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان در عالی ترین استعداد بالا آمدن رشد کمال آفریدیم حالا فکر میکنه چه ربطی ما به انجیر و زیتون رو نمیدونم اینا داریم یعنی اول ما رو میبره سراغ عالم گیاهان نگاه کنید به این انجیر نگاه بکنید انجیر تو ایران کجا پرورش پیدا میکنه ایران میدونیم حدود 40 درصد انجیر جهان سی یا 40 تا 35 درصد انجیر جهان مال ایرانه ایران بزرگترین تولید کننده انجیره 70 درصد انجیر ایران تو استحوانات پرورش پیدا میکنه استحباناتم به صورت دیمی آبیاری نمیشه تو جنگلا تو کوها میوه به این شیرینی با این خواست با مینیموم مصرف یک شعر چیزی داشت سمت بهرنگی میخواست بگه من چطور از شرایط سخت رشد کردم میگه که کس نشد مرا آبیاری کند شدم درخت انجیر هر جا نمی بود به خود کشیدم یعنی اونم در تمثیلاش برای اینکه شرایط سخت شیه درخت انجیر رو تو قوم توی کاشان اینجا بین لای درز بین آجراد درختش در میاد تو هوای داغ کبیری ایران با مینیمم مصرف آب چه محصولی انجیر داره زیتون چطور زیتون درسته حالات باغم احداث میکنه ولی زیتون در کوه سینا تو ایران کجاست منطقه زیتون ما رودبار منجیله بادهایی که از ماشین شدم نمیتونه پیاده بشه درخت زیتون در برابر طوفان ها مقاومه تو شمال ایران هم که آشنان میدونن وقتی میخوان نهال زیتون بزنن زمین میکنن یه تخت سنگ میذارن این نهالو میذارن اون تو که ریشش میره میگیره زیتون مال کوهستانه در برابر طوفان این طرف میخوابه کامل طوفان از اونور میشه این طرف میخوابه چوبش حالت الاستیسیته داره شکننده نیست مقاومه در برابر طوفانا میگه به طبیعت نگاه کنید اون درخت انجیر با مینیمم امکانات ماکسیمم ارزش غذایی رو داره میده اینم به زیتون نگاه کنید چقدر در برابر و سختی های روزگار مقاومه چوبش رو تو شمال ایران برای خطاتی ها برای چیزایی به سلات ها از چوب زیتون استفاده میکنن بهترین نوع, چوبه و این همه میگه میوش هم براتون خورشه هم نمیدونم همه چی هستش چه خواصی داره پس اول ما رو متوجه میکنه به طبیعت نگاه بکنید با مینیموم امکانات ماکسیموم راندمان و کدوم چیزا دارن حالا میگه بعد برین تو جغرافیا تو طبیعت خودتون تور سینا سرزمین خشک صحرای سینا اون منطقه خواهر می از اونجا در اومدن حضرت موسی از اونجا در اومده حضرت ایسا در اومده تو اون شرایط سخت این بر نگاه بکنید مکه ای که بدترین جای عالم از نظر آب و هوا به وادن غیر از زیزر وادی که اصلا استعداد زراعت نداره کیا اونجا پرورش پیدا کردن پیامبر اسلام میخواد بگه سرزمینا رو ببینید اینا کنار دریای مدیترانه نبودن کالیفرنیا نبودن کنار اوشن زندگی نمیکردن در سختترین محروم ترین نقاط جهان چه انسانهایی پرورش پیدا کرده یعنی فکر نکن که امکانات باید باشه تو به جایی برسی هم تو طبیعت نگاه بکن هم تو تاریخ نگاه بکن نتیجه که از سوگنده این سوگندا میگیره چیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان رو در عالیترین استعداد یعنی اگه میبینی انجیر و زیتون تو به مراتب بیش از اون میتونی بهتر از اون میتونی اگه اراده داشته باشی همت داشته باشی بالاترین رشد داشته باشی چند سال پیش یادم تو ایران شاید اول کنکور پزشکی یه دعاتی از دعات اردستان شده بود که پدر, مادر،, مادر... پدر که نداشت پدر نداشت مادرش رو و خواهر و دراش اداره میکرد چوپانی هم میکرد خانواده اداره میکرد کلاس کنکور هم نیستش تو دعات اردستان شاگرد اول کنکور پزشکی تهران شد پس میشه دیگه آدمی همچین استعدادایی داره پس بعضی از سوگندا به این است بعضی جا به شهرها قرآن سوگند خورده یا به کتاب مثلا تور و کتاب مستور سوگند به کتاب حالا تورات یا هر چی هست به مرکب و قلم سوگند میخوره نون و قلم و ما یسترون نون در واقع اون دواته که توش مرکب قسم به دوات قسم به قلم قسم به مطبوعات و ما یسترون اون چی که به سطر میارن این می نویسند یعنی قسم به جوهر و به قلم و آنچه که با جوهر و قلم نوشته شده این قسم ها کی خورده شده تو جامعه ای که پنج نفر اسم خودشونو بلد نبودن بنویسن جامعه بی سواد دوران جاهلیه داره بشر رو به اونا یاد میده چیزیش که خدا داره بهش سوگن میخوره قلم توجه بکن قسم به جوهر قسم به اونچه که با اینا نوشته میشه حالا نتیجهشو شو همه داره, داره میگیره یا خدا رو میخواد معرفی بکنه رب شما کیه الذی علم بالقلم خدا رو میخوای بشناسی چرا خدا میگه ربت کریمه چرا کریمه برای اینکه تو رو قلم به تعلیم داد الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم به انسان اون چی که علم نداشت از طریق قلم آموخت این قسما برای چیه خدا که نمیخواد حرفش رو باور کنن برای که جامعه بی سواد جاهلی پی ببرن به عظمت ها و ارزشی که جوهر مرکب قلم و کاغذ داره یه سری سوگندم میبینیم راجع به ایناست حتی به جرقه که از سوم اسب ها میزنه سوگند میخوره سوره عادیات و عادیات زپن اسب هایی که با تاخت میزنن جرقه میزنه از سومشون فرمولیات قطن آتش از سوم اسبشون در این تاخت میره فل مغیرات صبحن صبح, صبح میرن به قارت قارت این قبیله اون قبیله و اثر نه بهی نقن اسبشون که میره گرد و خاک بلند میکنه با چه تاخت و تازی و وسط نه بهی جمعن و وسط یک جمعی قبیله یه مرتبه میشه برای چی؟ برای قارت برای انبال دنیا میگه سوگن به این به صلاح امکاناتی که وجود داره این ها این تلاش ولی انسان چه بحری داریم این بره؟ برای قارت برای کشتن میگه انال انسانه لربهی لکنود همین آدم نسبت به پروردگارش اخلاقیات معنویات کند بی خاصیته و انه علی ذالکه لشهید خودش هم شاهده خودش هم میدونه خودش هم تجربه کرده که برای منافع مالیش برای قارت دیگران برای حقوق دیگران کسب کردن شبم خوابش نمیبره تو ایران خودمون یادمونه که میگفتن فلان بانک مثلا دلار به قیمت دولتی به هر کسی تو شناسنامه 5000 دلار میدن مردم پتو میبردن میخوابیدن تا صبح نوبتشون کی زودتر بره آقا پیکان پراید مثلا چیزش رو چی میگن اون برگشت رو هر کی زودتر بیاد میفروشن 5 میلیون فعلا بدین سر و کول هم دیگه همه بالا بریم برای چی برای اینکه حالا این اگه بفروشیم تو بازار آزاد دو میلیون توش داره ولی اگه ما یه دارن میمیرن یه دی محرومن بدبختن بیچارن آیا این شتابو داریم به هزار تا آدم بگن ده تاشون یه حالا عنایتی بکنن میگه بشر منافع شخصی خودش اینطور برای قارتش میره ولی خودش هم میدونه که در خدمات معنوی برای ملت اونجاها کنده ان الانسان لربی لکنود یعنی استفاده میکنه عربا براشون این اسب و شتاب و تاخت و تاز و اینا براشون جالبه میگه به همون قدرت و به سلام مانور اون اسبا سوگن که تو بد جایی همتات و هنرتو گذاشتی یا مثلا به زوجیت قسم میخوره و ما خلق از ذکر و الانسا سوگن به هر چی نرماده تو جهانه یعنی عامل زوجیت پدیده زوجیت زوجیت یه چیز کاملا جدیده در کره زمین میلیاردها سال گذشت زوجیت وجود نداشت گیاه ها روی یک شاخه روی بدنه بود از موقع که زوجیت مطرح شد شتاب گرفت تکامل در جهان سوگن میخوره به پدیده زوجیت در گیاه در حیوان در انسان یا مثلا به نفس انسان سوگن میخوره هفت و سوگند به ماه خورشید شب روز و آخر میگه و نفسن سوگند به این نفس انسان که انقدر کمال پیدا کرده و نفس و ما سواها عوامل استعدادها امکاناتی که تصویه کرده نفس انسان رشد داده و میخواد یه نتیجه بگیره قد افله من زکاها سوگند به این عظمتی که در درون انسان هست انقدر موجود پیچیده و پدیده شده این شکوفان میشه فلاح یعنی شکوفانی شکوفایی فلاح یعنی شکافتن اگه خودشو پاک بکنه اگه این عوامل و علل مزاحم رشدشو از بزن کنار مثل یک نهال گیاهی که سر از آسفالت در میاره دیدین کنار این فری یا نمیدونم ده اینچ این کانکریت و میشکافه یه دانه میاد بیرون میگه بشکاف این محیط سنگینه که روت هست وقتی بیای بیرون این جوانه این نهال بیاد بیرون با نور با آسمان با خورشید آشنا میشه در معرض نسیم قرار میگیره رشد میکنه سوگند به نفست با اون استعدادات قد افله من زکاها و قد خواب من دستاها اونی که دسیسه بکنه بپوشونه رو خودشو خفه کنه استعدادای خودشو زیر همون قشر وابستگی های مادی بمونه زایع کرده خودش رو این دانه قدسی وجود خودش رو تباه کرده تیره کرده در واقع یا راجب قیامت سوگند میخوره فراوان از این سوگند ها هست در حال فراوانه حالا توی جلسه این بحث ها نمی گنجه ولی برحال عرضه من اینه که هم راجب شب و روزه اونم به هر قسمتیش ماه و خورشید و ستار هاست کهکشان هاست میگه که انسان نگاه نمیکنه اون غذایی که میخوره از کجا این غذا اومده بعد سوگند میخوره به همون غذا به انجیر به نمدورم. همه چیزایی که دور یعنی تمام پدیدایی که پیرامون ما هست ولی ما از کنارش به راحتی میگذریم های خدا برای اینه که اینا همش برای تو دانشگاهه همه اینا درسه اینا هر کدوم یه استادن اینا هر کدوم یه کتابن برو در بحر اینا بفهم چیه بارها تو قرآن به کشتی مثال میزنه میگه در کشتی حرکت کشتی لعایات بس نشانه هاست بسیار علامته برای خداشناسی ولی برای مردمی که تفکر میکنن از ساختمان این کشتی های بادی درس میگیرن برای که مسیرشون رو در اقیانوس زندگی بتونن پیدا کنن با چه زاویهی با چه قطنمایی به سمت چه ساحلی برن یعنی دائما چیزه که دور برمونه منظورم این که خدا میخواد از این طریق ما رو متوجه بکنه که مسیرمون رو درست انتخاب بکنیم خیلی متشکر آقای بازرگان چیزی رو که من نشنیدم از شما در ارتباط با ما انصر زمان رو گفتیم او... کیهانی رو گفتیم و بعد آنچه که ما در دیاده. طول روز باهاش به اصطلاح مواجه هستیم به نظر میاد نمیدونم این سوال مطرح هست الان که آیا قسمی به پیامبران آمده اصلا نه بله. اصلا نه یعنی چیزی در این ما یعنی به بریم. نفس آدمی رو شما اشاره کردید بله. ولی اینی که حتی به یکی از پیامبرانش خداوند بله. به این صورت قسمی خورده باشه ولمرسلی نه نیستش نه خیلی به نده. این صورت نده نه خیلی ما بیشتر در عرف بله. یه چیزی جا افتاده که کاملا متفاوت آنچه که این بله چند دقیقه ما به مقدسانمون سوگن میخوریم بله. اونا رو مهم میدونیم از طبیعت قافل هستیم خدا برعکس میگه به شب نگاه کن به روز نگاه بکن به ماه به خورشید نگاه بکن دوروبرت نگاه کن، به کشتی نگاه بکن همه اینا میگه آیه است اونطوری ممکنه انحراف ما پیدا کنیم بت پرست بشیم شخصیت پرست بشیم بله. اونا برامون بت بشن در واقع بجانبه. میگه اونا معلمی نتون اونا پیام آوردن بهتون دادن از رفتارشون اعمالشون سنت و سیرشون تبعیت بکنید ولی دور و جهان خدا رو خلق بی‌نهایت خدا رو بشناسین بله یعنی بنزه کافی هستی بله در اون سه زمینه که واقعا اگه توجه بهش بشه خیلی گشایش برای انسان ها ایجاد خواهد شد آقای بازرگان من فکر کنم بنزه کافی مسئله رو باز کردیم در چند دقیقه آخری که فرصت داریم شاید به صورت بندی ببینیم که خب هدف از این قصد چی بوده قسم آئی. هدف از همه این قسم ها که در این سه مورد سه, سه گروهی رو که شما مطرحش کردید واقعا خداوند چی کار البته شما در بین صحبتتون در مطرح کردید ولی به صورت جمبندی شاید بد نماشه بگیم که خب الان اینها به خاطر یک دو سه این مطالب مطرح شده برای انسان بله ببین هر کدوم از این سوگندها پشتش جواب داره ما اگه بخوایم اینا رو برسیم شاید ده جلسه هم فرصت کافی نباشه من فقط نمونه رو خدمتون عرض میکنه مالی یکیش رو مثلا میتونم بهتون بگم مثلا سوره فجر اصلا یه سوره ای در قرآن هست سوره 89 هم والفجر اسم سوره هم شده فجر نام سوره ها اصلا پدیده های طبیعه سوگند به فجر خود پدیده فجر فجر این چی؟ از انفجار شکافتن دیگه نیست؟ چرا به اصطلاح صبح و اول صبح و میگن فجر فجر این شکافتن مثل اینکه نیزه شب نیزه به نور خورشید پرده تاریکی شب رو دریده و پاره کرده خود این یه پیام داره بر ما ول فجر سوگند بر فجر دیگه چی و لیال عشر سوگند به شبهای دهگانه طولانی وسط ماه که تاریکی یا ماه نیست ظلمات همه جا رو گرفته یا یه باریکیس ده دقیقه ماه میاد و مثل این اول ماه رمیزون معلوم نیست نوری نداره یعنی تاریکیست یعنی جوامع بشری هم همینطوره یک رژیم سلطگره جباره تیره بخت مثل اختاپوس سایش رو می به یه ملت میشه شب دیگه همه جا تاریکه در واقع میگه اول قسم به پدیده فجر اون خیلی مهمه فجر رو باور بکن و لیال اش و چی؟ سوگند سوم و شف و الوتر سوگند به پدیده شف و وتر حالا بعضی هم میگن تاق و جفت تاق و جفت نیست و قبل و بعدش نکنیم شف یعنی پیوستن شفاعت هم که میگن یعنی تو به پیوند کمک کن به کار ما وطر یعنی کاهش افزایش و کاهش ناگهان شب نمیشه ناگهان روز نمیشه جهان یه نواخت نیست جهان به تدریج داره روز میشه به تدریج داره شب میشه مثل این چیزایی که مثل نمکتون برمیگردونن یواش یواش میریزه مال بالا پایینی پر میشه برمیگردونن پس تو جهان یه نظام تدریج وجود داره افزایش و کاهش سومی چیه و لیل ازای اصر قسم به شب کدوم موقع شب موقع که دیگه داره میره و پس این لحظات یه رژیم در واقع شبه ملی چیزی شعارای داشت قبل از انقلاب تشبسات مذبوحانه هیئت حاکمه یعنی مثل اینکه یه چیزی رو دارن زب میکنه یه مرغی رو دیگه داره دست و پا میزنه میگه شبم یه لحظه ای میرسه که داره دست و پا میزنه شب داره میره شب کم میشه شب نصف شب که نیست شب سبک میشه بعد خدا سوال میکنه تو قرآن هست هل فی که قسم لدی هجر میگه فهمیدین چی خواستم بگم آیا قسمی بود پیامی بود این سوگند ها سوگند به طلوع فجر سوگند به شب تیره سوگند به شبی که یواش یواش داره میره شب سبک شده سوگند به عامل و قانون تدریج فهمیدین چی میخوام بگم بعد اون وقت توضیح میده خب هایی نفهمیدین داستان سمود رو خوندین سمود الذین جاب و سخرب الواد اول قوم آدو میگه آیا دیدید سرنوشت قوم آد چی شد؟ ارم از ذات الاماد قوم عاد با اون شهری که کاخها و ستونهای سر راشته داشتن شهر ارم که نمونش ساخته نشده بود در تاریخ و سمود قوم سمود رو بریم ببینید چی شد در تاریخ سمود الذین جاب و سخرب الواد سنگ رو کوه ها رو, کوها رو میکندن خونه سازی میکردن یعنی آنچنان استحکاماتی داشتن خودشون رو برای عبد تصور میکردن ملت که راه تیره شب رو طی کردن ظلم کردن زور گفتن استثمار کردن و فرعون فرعون خوندین و فرعون از الاطاد. فرعون صاحب اهرام الذين تقاف البلاد اینا که تقیانگر بودن در تاریخ دیکتاتورها جبارها کسراها قیصرها نمروت ها رو ببینید, ببینید به کجا رفتن یعنی اول که از طبیعت داره میگه طروع فج شب تیره شبیه که دیگه آ چیز شده داره میگه طبیعت ببینی یک نواخ نیست تحول دگرگونیه تو اگه حالا در قرن فرعون داری زندگی میکنی خودتو تو نواز هم شب نیست بالاخره سبک میشه آدم همیشه فکر میکنه این رژیم جبار دیکتاتور هستن همیشه گیر خیر اگه قرار بود باشن فرعون ها میموندن تمام جبارای تاریخ کجا رفتن هیتلر کجا رفته صدام بالاخره چی شد کسی باور میکرد پس میگه یه میرسه روزای آخر سباک میشه این رژیم ها دوام ندارن با ظلمی که میکنن زیر بنای خودشون رو مثل موریانه که میخوره چوب رو دارن سوس میکنن شب داره میره سهر خواهد اومد علیسه صبح ها به غریب صبح نزدیک نیست طلوع فرج خواهد شد یعنی امید داره میده این قسم های قرآن داره به ما درس میده خودتو نباز معیوس نشو نومید نشو همرگ جماعت نشو باید صبر کرد با زمان ساخت همه چی در دنیا در حال تحول دگرگونیه بعد از این آیه بخشی ای آیه که میگه میگه وقتی که این طلوع غروب را دیدید دلوک شمس خورشید در اوج تابش خودش قصق لیل اون طرف شب تیره و قرآن الفجر طول فجر رو شناختی حالا به خود تلقین بکن قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زعوغن بگو حق آمد باطل رفت باطل رفتنیه وقتی کلید رو میزنین چرا اتاق روشن میشه همیشه روشن میشه وقتی چرا خاموشه تاریکه تاریکی که اصالت نداره اصل با نوره میگه چون شما همت و هنر و حوصله نداشتید تاریکی سلطه پیدا کرده ملت ها اگر مردان حق اهل هنر باشن همت باشن جامعه بیدار باشه حتما شب میره شب ناشی از فقدان مردان روز بنابراین همینی که حق بیاد باطل میره باطل رفتنیه حالا قرآن داره این نمونه ها رو از دورورمون از روز و شب ماه و خورشید داره به ما میگه به اینا نگاه کنید حالا با اگر تو تاریخ موقعیت خودت ببین و بعد به خودت تلقین کن رب ادخلنی مدخل صدق خدای منو با صداقت وارد هر پروژه‌ای هر کاری هر سیکلی هر برنامه‌ای هر قراردادی بکن از ازدواج از درس و اخرجنی مخرج صد خروج من با صادقن صداقت باشه یعنی تو هم مثل ماه خورشید شب و روز یه دورانی نوبت توه داری در واقع نقش تو تو این تئاتر ایجاد میکنی سعی کن صادقانه درست عمل بکنی و از خدا بخوا که تو رو کمک بکنه که خوب عمل بکنی وجعلی من سلطان النصیرا یه تسلط یاری شده بده که من از عهده انجام صادقانه این کار خوب بر بیام ببین اینا همه رو با هم گره میزنه رفتار ما طبیعت و تاریخ همه پدیدار میگه یه قانون درشون حکم فرماست تو این قانون رو کشف بکن قانونی که تو طبیعت تو تاریخ خودت هم منطبق با بکن حالا هر کدوم اینا البته پیام ها و درس هایی داره که طولانی هست بله یک عمری میخواد که آدم از اوتش بر بیدنید. نه جالب بود خیلی مچکر آقای بازرگان بحث خوبی بود به نظر من یک مقدار جهات مختلف این مسئله قسم رو مطرح کرد و امیدواریم که مورد توجه بینندگان عزیز قرار گرفته باشه همطور که آقای بازرگان گفتن ساعت ها میشه در این مورد صحبت کرد امیدواریم که این مقدمه بوده باشه برای شما که بتونید خودتون راه تحقیق رو در این مورد پیش بگیرید و انشالله نظراتی رو و یافته های خودتون رو در این مورد با ما در میان بگذارید خیلی متشکر از شما هستیم و آقای بازرگان تشکر از شما خیلی من ممنون هستم از شما و سالاتون و هم از بینندگان با صبر و حوصله و توجه و تحملشون نسبت به عرایزی که خدمتون تقدیم داشتیم موفق و پایدار باشید خدا حافظ و نگهدار همتون خدا نگهدار شما تا دیدار بعدی